بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. به گزارش الجزیره، یک تیم تحقیقاتی در آمریکا به این نتیجه رسیده است که جهان شاهد افزایش قابل توجه تعداد سیل‌های بزرگ خواهد بود، به طوری که تا پایان قرن جاری میانگین آن به جای هر 100 سال یک بار به سالی یک بار خواهد رسید. دانشمندان همچنین پیش بینی کردند که سواحل سراسر جهان تا اواسط قرن جاری به طور میانگین هر 9 تا 15 سال یک بار شاهد سیلاب باشند، موضوعی که ساکنان شهرهای ساحلی در سراسر جهان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. گفته می شود بالا آمدن سطح دریا با آب شدن یخها در سراسر جهان به ویژه مناطقی نظیر قطب جنوب و گرینلند مرتبط است. خبری از پاکستان. پلیس پاکستان در ادامه فشار علیه مهاجران افغانستان در این کشور 200 پناهجوی دیگر افغانستانی را بازداشت کردند. گزارش ها حاکی از آن است که پلیس پاکستان صبح روز یکشنبه 26 شهریور با راه اندازی یک عملیات چند ساعته بیش از 200 پناهجوی افغان را از بازار سبزی و میوه در شهر اسلام آباد، پایتخت این کشور، بازداشت کرده است. بازداشت پناهجویان افغانی در حالی دوباره آغاز می شود که روز گذشته انوارالحق کاکر، نخست وزیر موقت پاکستان، گفته بود که هیچ شهروند افغانی بدون ویزا نمی تواند در این کشور زندگی کند. صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا هشدار داده که تغییرات اقلیمی و درگیری‌ها به تلاش‌ها برای مقابله با 3 مورد از مرگبارترین بیماری‌های عفونی جهان ضربه می‌زند. بر اساس گزارش نتایج سال 2023، این صندوق که روز دوشنبه 27 شهریور منتشر شد، ابتکارات بین‌المللی برای مبارزه با این بیماری‌ها پس از تحت تأثیر قرار گرفتن شدید از همه‌گیری کووید 19 تا حد زیادی بهبود یافتند. در این گزارش آمده که رویدادهای آب و هوایی شدید مانند سیل خدمات بهداشتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جوامع را جابجا می‌کند، باعث افزایش عفونت و قطع درمان در بسیاری از نقاط مختلف می‌شود.